این هفته ابرسالمندان ردیاب های مغز. آیا واقعا فناوری میتونه جلوی پیر شدنمون رو بگیره؟ خوش اومدید به کلیک. من ایما اکبرپور هستم. در حال حاضر وقتی صحبت از سلامتی میشه ما فقط از بخش ناچیزی از داده‌های پنهان در بدنمون استفاده می‌کنیم، اما علاوه بر ورزش، ژنتیک، خواب، تغذیه و حتی مسائلی مثل سبک زندگی میتونن روی سلامتمون تأثیر بذارن. بعضیا معتقدن اگه بشه تصویر کاملی از بدن داشت و با توجه به این معیارهایی که گفتم ازش رمزگشایی کرد، اون وقت شاید بشه روند پیری رو متوقف یا حتی معکوس کرد، یعنی جوان‌تر شد. گزارش اسپنسر کلی رو ببینید. مرکز کینگز جنومیک در لندن، بخشی از یکی از دانشگاه‌های تحقیقاتی پیشرو در جهان و جایی که من دنبال کشف اسرار DNA ام هستم. سن اپیژنتیک من 44.1 بله، سن زیستی شما در واقع داره نشون میده سلول‌هاتون چطور در حال پیر شدن هستن و چیزهای مختلف مثل رژیم و فشارهایی که تحمل میکنین و نحوه خوابیدنتون نمایشگر خوبیه برای پیشبینی وضعیت سلامتتون در آینده. اما ژن‌های من فقط یک سن به هم نمیدن. مودو با استفاده از هوش مصنوعی 850 هزار نشانگر مختلف زیستی رو جستجو میکنه تا سن هر بخش بدن رو جداگانه حساب کنه. مثلا سن چشمهای من 53 ساله ولی سن گوشام 43 و 7 همه ساله. و چیز کلیدی که دانشمندا الان میدونن اینه که با وجود اینکه ژن‌هاتون مسیر زندگیتون رو تعیین میکنن، اونا رو میشه تغییر داد. ژن‌های شما پایه اکثر ویژگی‌هاتون هستن. در واقع بهتون یه استعداد مثبت یا منفی در یه زمینه میدن. اینکه این استعداد شکوفا بشه در واقع به خودتون بستگی داره، چون سبک زندگی و محیط شما یه تکون کوچیک به ژن‌هاتون میده. این شرکت آزمایش‌هایی با حدود 2500 نفر انجام داده، ولی برای اینکه بعضی از یافته‌های این آزمایش‌ها از شواهد روایی افراد تبدیل به یافته‌های علمی بشه، نیاز به تحقیق بیشتری وجود داره. اگه می‌خوای سن حافظت رو کم کنی، رقصیدن خیلی کمک می‌کنه. چشمان پیرن؟ هویج. همیشه بهمون گفته شده که هویج خواص خیلی خوبی داره و این واقعاً هم درسته. چیزی که به درد من میخوره لزوماً به درد تو نمیخوره و برعکس، ولی ما میتونیم دقیقاً مشخص کنیم که رژیم غذاییتون چه شکلی باید باشه، چقدر فشار باید تحمل کنید، چه داروهایی میتونید مصرف کنید و چه داروهایی رو نمیتونید. ما میتونیم اینها رو دقیق مشخص کنیم ویژه خودتون. مثلا اگه بگین من میخوام یه ساعت زودتر به خواب برم یا میخوام صبحا برم پیاده روی، چه تأثیر رو روی سن زیستی من میذاره؟ در واقع بازی کردن با ژنتیکه. مودو با کینگز کالج لندن همکاری میکنه. متخصصین کینگز کالج میگن سن زیستی ما ثابت نیست و در واقع حتما نباید به یه سمت خاص بره. سن یا همون نمره زیستی قابل تغییره. ریسک گرفتن بیماری های مرتبط با مسن شدن مثل دیابت میتونه با توجه به سبک زندگی بیشتر یا کمتر بشه. و این باعث شده بعضی افراد به این نتیجه برسن که ممکنه بشه روند مسن شدن رو به کلی متوقف کرد. یکی از شاخصترین این افراد آبری دو گریه. آبری با این ادعا معروف شد که تو قرن بعدی ما ممکنه بتونیم طول عمرمون رو به چند صد سال افزایش بدیم. بدن خساراتی در طی زمان به خودش وارد میکنه که ما میتونیم با روشهای اونها رو در سطح مولکولی و سلولی ترمیم کنیم. حرفای زیادی در مورد متوقف کردن و یا حتی برعکس کردن روند پیر شدن زده میشه. شاید تا آخر عمر من به اونجا برسیم. من فکر میکنم میتونیم به جاودانگی برسیم. اگر کسی حاضر باشه هزینه‌اش رو پرداخت کنه البته. ردیاب‌های ژنتیکی تنها ابزار کمکی ما برای مقابله با پیر شدن نیستن. یه شرکت دیگه چیزی رو به اسم گلیکان تو خونم آزمایش میکنه. این چیزا اطلاعاتی در مورد سن دستگاه ایمنی بدنم بهم میدن. در این مورد ما شکرهایی که روی گلبول‌های ایمنی وجود دارن رو مطالعه می‌کنیم. این شکرها فراوان‌ترین آنتی‌بادی‌های بدنن و به همین خاطر مهمترین سلاح ما تو دستگاه ایمنیمون محسوب میشن.
خب اندازه‌گیری تو سن زیستی من رو 20 سال نشون میده. من واسه چند ثانیه خیلی خوشحال شدم، ولی بعدش به خودم گفتم این نمیتونه درست باشه. یه فرد 40-50 ساله میتونه سن گلیکونی خیلی کمتری داشته باشه و این خیلی برای افراد میتونه چیز خوبی باشه. اگه درباره موهای خاکستری یا پوستتون صحبت میکنین، باید بگم در این مورد من از زمان سنج دیگه ای استفاده میکنم. تمام این اعداد مختلف که به بخش‌های مختلف بدنمون مرتبطن باعث میشن من به این نتیجه برسم که ما داریم از کلمه اشتباهی استفاده میکنیم. فکر میکنین استفاده از کلمه سن اصلا فایده‌ای داره؟ خود کلمه سن رو همیشه باید در فرامتنی که توش به کار برده میشه فهمید. نگاه کردن به سن به عنوان یک نمره زیستی خیلی معنیدارتره و این واقعیت که شما توان عوض کردن این نمره رو دارین چیز خیلی مثبتیه. محتوم و غیر قابل تغییر نیست. قراره من در یه زمان مشخصی پیر و ناتوان بشم، اما این روند میتونه کنتر و حتی برعکس بشه. از هر روش اندازه‌گیری شخصی که استفاده کنین، نمره‌هایی مثل این میتونن بیماری‌هایی در حال وقوع رو بهمون نشون بدن. مطالعاتی وجود دارن که نشون میدن تعیین تغییرات گلیکانتون میتونه بیماری‌های زیادی مثل آرتروز، بیماری‌های قلبی یا دیابت رو در آستانه وقوع بهمون نشون بدن، حتی تا 10 سال قبل از اینکه اتفاق بیفتن. مجموعه داده‌های در دستمون واقعاً خوبن. اطلاعات 150 هزار نفر تو این مجموعه وجود داره که بعضی‌هاشون رو تا 20-30 سال دنبال می‌کنیم. هشداری در مورد چیزی که هنوز میشه کاری در موردش کرد و جلوش رو گرفت. البته یه هشدار کوچیک. یه نمره خوب معنیش این نیست که حتماً آینده سالمی خواهید داشت. تغییر میکنه، چیزی نیست که قرار باشه همیشه ثابت بمونه. این یه روشیه که شما بفهمید آیا یه چیز مشخص به دردتون میخوره یا نه. فناوری‌هایی که بتونند روند پیری رو متوقف کنن البته که خوب و عالین، اما مسئله اینجاست که همین الانم 125 میلیون نفر در دنیا داریم که بالای 80 سال سن دارن، که البته عمرشون دراز باد، اما بسیاری از اونها با بیماری‌های مرتبط با کهنسالی دست و پنجه نرم می‌کنند. بلند میشم و گاهی یه فنجون قهوه توی تختم مینوشم و صورتمو میشورم و لباسمو میپوشم و صبحونه میخورم. اگه هوا خوب بمونه شاید برای پیاده روی برم بیرون و از زندگی لذت ببرم. با آیلین 89 ساله آشنا بشید. او یکی از 50 میلیون نفری در دنیاست که با آلزایمر یا یکی دیگه از انواع زوال عقل یا خردسودگی دست و پنجه نرم میکنند. برای کمک به مستقل موندنش، خانواده آیلین که دور ازش زندگی می کنند، آپارتمانش رو با حسگرهای متعددی پر کردند. این چیزها می تونند حرکاتش رو دنبال کنند و پیگیر استفادهش از کتری و یخچال باشند. اونطوری که نمودار نشون میده دیشب مامان شب خوبی رو گذرونده. همینطوره. آره، معلومه. چند شب گذشته متوجه شدم که تعداد دفعه‌ای که دستشویی رفته بیشتر و فواصلشون کمتر بوده. خانواده آیلین و گروه پرستاری از داده ها برای ایجاد تغییرات مثبت استفاده می کنند. مثلا ساعتش رو جابجا می کنند تا برای آبرسانی به بدنش چای درست کنه. ما در حال حاضر حسگر تخت خواب و یک فنجون ویژه رو بررسی می کنیم که وقتی کسی به اندازه کافی نوشیدنی می خوره متوجه بشیم. مسئله تولید اطلاعات نه داده ها. شما میتونی یک عالم دم و دستگاه بگیرید که فقط کلی داده میده بیرون، اما چیزی که در نهایت مردم میخوان بدونن 3 چیزه: حال مامان خوبه؟ مشکلی پیش اومده که به واکنش سریع من نیازی باشه؟ آیا با گذر زمان چیز جدیدی اومده که من بهش نگاهی بندازم که خروجیش بتونه به مراقبت ازش کمک کنه؟ چیزی مثل این جعبه قرص شرکت بایودوز که با ربات پر و توسط یک داروفروش بررسی میشه. این دستگاه میتونه پیگیری این بشه که آیا دارو برداشته شده یا نه. هشدار دهندش در صورت نبود دارو خاموش میشه و اگه دارو رو برنداشته باشن یکی از نزدیکان خبردار خواهد شد. اما برقراری تعادل میان پرستاری و حریم شخصی میتونه چالش برانگیز باشه. حسگرها اونجان، اما من همیشه بهشون آگاه نیستم. فقط یک احساس امنیتیه که ازم مراقبت میشه و همیشه یکی اونجا حواسش به هم هست. این هفته دولت بریتانیا اعلام کرد
ساخت یک پایگاه مرکزی برای داده‌های دیجیتال سیستم درمانی کشور به خاطر نگرانی از حفظ حریم شخصی به تأخیر خواهد افتاد. جف بزوس در حساب اینستاگرامش خبر داد ماه آینده با فضاپیمای بلو اورجین به فضا خواهد رفت. این نخستین باریه که بلو اورجین مسافر به فضا میبره. در همین حال ریچارد برانسون بنیانگذار ویرجین گالاکتیک هم میخواد زودتر از بزوس خودش رو به فضا برسونه. و اپل میلیون ها دلار به زنی که عکس‌های خصوصیش توسط یکی از تعمیرکاران تایید شده این شرکت روی اینترنت منتشر شده بود پرداخت کرد. این هفته قطع گسترده اینترنت باعث از دسترس خارج شدن وبسایت‌های مهم در سراسر جهان شد. شرکت فصلی ارائه دهنده رایانش ابری از نقص فنی بزرگی خبر داد که تعداد زیادی از وبسایت‌های معتبر مثل آمازون، نیویورک تایمز، ردیت و توییچ رو از کار انداخت. این قطعی یک ساعت طول کشید و این سوال رو پیش آورد که آیا درست بخش مهمی از زیرساخت‌های اینترنت فقط در دست چند شرکت انگشت‌شمار باشه؟ شرکت گوگل در فرانسه به دلیل اقدامات ناعادلانه تبلیغاتی 270 میلیون دلار جریمه شد. این گول فناوری همینطور به خاطر رفتار ضد رقابتی و برخورد ترجیحی با چندین شکایت دیگه در ایالات متحده روبروه. و در آخر، محققان دانشگاه MIT یک ربات انسان نمای جدید طراحی کردند که میتونه از پس محدودیت‌های مربوط به انجام حرکات بسیار پیچیده بر بیاد. این ربات باید بتونه حرکات آکروباتیکی مثل معلق زدن، قیچی برگردون و چرخش در هوا رو انجام بده. اینجا توی سیلیکون ولی آدم‌ها به وسواس داشتن توی افزایش سنشون معروفن و جواب این سوال رو باید ابرسالمندها داشته باشن. من بریل واس هستم و 88 سالمه. ایشون یک نمونه ایدئال از سلامتیه. بریل دو بار در هفته اینجا توی یک سالن غذا برای گرسنگان سان فرانسیسکو کار داوطلبانه انجام میده. اگه بخوام صادق باشم باید بگم اولین بار که سن بریل رو فهمیدم شوکه شدم و فکر کردم شاید اشتباه تایپی توی پایگاه داده‌هامون بوده. خیلی لذت بخشه به خاطر اینکه من فقط باید 12 تا خیابون از اون بالا بیام پایین تا به محل کارم برسم. بریل اهل طبیعت‌گردیه و یک دوست پسر هم داره. اون از من جوان‌تره، فقط 77 سالشه. احتمالاً بهم میگن تو مثل شیر کوهی میمونی. بریل بخشی از یک مطالعه است در مورد اینکه آدم‌های مثل اون چطور انقدر سالم بودند. سرپرست این تحقیق جول کرامره. در 20 سال گذشته دیدیم که طول عمر زیاد شده، ولی با افزایش طول عمر سلامتی افراد همونقدر زیاد نشده. توی سیلیکون ولی هر مسئله یک راه حلی داره و پیر شدن هم یک مسئله است مثل بقیه. هدف نهایی این شرکت ها خیلی ساده است. تلاش برای فهمیدن اینکه چرا پیر میشیم و بعد تولید چیزی که جلوش رو بگیره یا حداقل کندش کنه. تمرکز یک بخش بزرگی از این تحقیق روی پیدا کردن مشترکات کسانیه که خیلی پیر شدند ولی بسیار سالم موندند تا بشه اون چیزها رو کپی کرد. آدم‌های زیادی هستن که بیشتر از 100 سال عمر می‌کنن و خیلی هم سالمن. تلاش ما اینه که بفهمیم در سطح مولکولی این افراد چه تفاوتی با بقیه دارن. اینطوری میتونیم به بهتر پیر شدن بقیه کمک کنیم. این مجموعه داده خیلی بزرگ در اختیارمونه. ایدئال اینه که مجموعه داده همه انسان‌ها در اختیار باشه. رویکردمون بر پایه ندونستنه. نمیگیم آهان ما با قطعیت میدونیم یه مسیر زیستی مشخص وجود داره که خیلی کلیدیه. میگیم ما نمیدونیم. فقط میخوایم ببینیم داده ها بهمون چی میگن. بایو ایج لابز فعلا در مرحله پژوهشه و هنوز به تولید نرسیده. ولی شرکت هایی در حوزه سلامتی هستند که محصولاتی رو به بازار ارائه دادند. الیسیوم هلس شرکتی در نیویورک که مکمل های رژیمی تولید میکنه. هدف محصولش به اسم ماتر کند کردن پیر شدن مغزه. مشکل اینجاست که بعد از رسیدن به یه سن خاص مغز شروع میکنه به کوچیک شدن.
الیسیوم مدعی محصولش جلوی کوچک شدن مغز رو میگیره و اثرمندیش بر اساس پژوهشی که در دانشگاه آکسفورد در مورد علت کوچک شدن مغز با افزایش سن انجام شده. داده های قویی داریم که نشون میدن متر میتونه خیلی مفید باشه، چون که چیز دیگه ای تو بازار وجود نداره که مردم بتونن ازش استفاده کنن و واقعا اثر بخش باشه. البته این محصول ترکیبی از ویتامین B و اومگا 3 که هر دوشون سالهاست در دسترس همه هستند. چیزی که جدیده اینه که دوز بیشتری از این مواد و ترکیب درستی از ویتامین های B تو محصول ما وجود داره. در مورد هر کسی که ادعای این رو داشته باشه که داروی جادویی برای طولانی تر شدن سلامت داره، جول کرامر میگه در این زمینه خیلی خوشبین نیست. من فکر میکنم علممون در این زمینه هنوز خیلی کامل نیست. خیلی از شناسایی کردن این مولکول ها دوریم و شرکت هایی که دارن از اثر بخشی این محصولات ترکیبی تعریف میکنن دارن بیشتر مشتری هاشون رو گول میزنن. در این مرحله این محصولات بیشتر شبیه داروهای تقلبی هن. ما الان داریم تلاش میکنیم تو ماه فوریه یه سفر به نیوزیلند انجام بدیم، یه طبیعت نوردی 3 هفته و نیمی. در مورد اینکه چرا بعضی ها طولانی تر و سالم تر از بقیه زندگی میکنن خیلی چیزا میدونیم، ولی خیلی از این پاسخ ها شگفت زدتون نمی کنند. احتمالاً جدی ترین توصیه اینه که والدینتون رو درست انتخاب کنین. به عبارت دیگه باید خوش شانس باشین و ژن های طول و عمر را داشته باشین. هر چیزی که برای قلبتون خوبه به درد مغزتون هم میخوره، مثل رژیم غذایی سالم برای قلب، سبک زندگی سالم، فعالیت بدنی هم خیلی مهمه. سیلیکون ولی تلاش میکنه بفهمه چرا بعضی آدم ها مثل بریل در آستانه 90 سالگیشون انقدر فعالن، ولی در حال حاضر داروی جادوی بریل ژن های خوب، فعالیت بدنی و نگاه مثبتش به زندگیه. راز من؟ نمیدونم. دوستام، مردم، طبیعت، هر چیزی که دوستش دارم. این موضوع که فناوری میتونه به بیمارها و خانواده‌هاشون کمک کنه فوق‌العاده است. در مورد بیماری زوال عقل یا دمانس اخیراً ابزاری ساخته شده که میتونه این بیماری رو در مراحل اولیه‌اش تشخیص بده و چه بسا به ساخت داروهای جدیدی برای درمانش کمک کنه. استفاده از ابزار برای نظارت بیماران از راه دور به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا بیش از پیش شده. یک مطالعه مشترک انجام گرفته با نام رادار ایدی با هدف بررسی نحوه نظارت بیماران مبتلا به آلزایمر با روش‌های جدید و بهبود یافته. یکی از ابزارهای ارزیابی در این مطالعه اپ واقعیت افزوده به نام آلتویدا که عملکرد حافظه و راهیابی مسافت رو نشون میده. این اپ از شخص میخواد که 3 شیء مجازی رو انتخاب کنه و اونها رو در اطراف اتاق قرار بده. اونها بعداً باید به یاد بیارن که اون اشیا رو کجا گذاشتن، ترتیبشون چه بوده و دقیقاً چه اشیایی بودن. علاوه بر این آزمون حافظه، فناوری‌های دم دستی مثل فیت‌بیتس و دوربین‌ها هم ازشون استفاده دوباره‌ای میشه. این یه دوربین تزئینیه که شرکت کننده ها دور گردنشون میبندن. این دوربین مرتباً عکس‌های دیجیتال میگیره. همیشه در حال ضبط نیست، ولی اطلاعات خیلی ارزشمندی بهمون میده. با وجود اینکه آلزایمر یک اختلال حرکتی نیست، ردیاب تحلیل شیوه راه رفتن میتونه داده‌های مفیدی گردآوری کنه. 2 تا از اینها روی انحنای پا قرار میگیرن و آخرش روی ران پای راست وصل میشه. میدونیم که وقتی زوال مغزی بدتر میشه، باعث ایجاد تغییر در مسیر راه رفتن خواهد شد. به همین علت ممکن افراد به ناگهان مسیرشون رو تغییر بدن یا اینکه بیستن، چون نمیدونن کجان یا اینکه متوجه بشن دارن جهت اشتباهی رو میرن. 850 هزار نفر در بریتانیا مبتلا به زوال عقل هستند. میخوای من دوباره خیلی سریع طرز کارشو نشونتون بدم؟ زوال عقل به طور عادی با انجام یک سری آزمون حافظه روی کاغذ و در ملاقات شخصی با دکتر تشخیص داده میشه. مشکل این آزمون‌ها اینه که پیچیدگی ندارن و بیماران با گذر زمان میتونن جواباشون رو یاد بگیرن.
جان هارت و یارش ریچارد پیندر اینجا توی بیمارستان کروبرو در شرق ساسکس یک اپ جدید رو به نام کاگنیتیویتی امتحان میکنن که هدفش جلوگیری از ایجاد این مشکله. خب اگه یه حیوان ببینین باید روی سمت راست نمایشگر کلیک کنین. بیماری آلزایمر جان به تازگی تشخیص داده شده. آزمون های کلامی و عددی زیادی وجود داشتن. من عادت دارم به این که مردم به هم احترام میذارن و سوال های احمقانه نمیپرسن. باید بگم بودن تو همچین موقعیتی اولش واقعا سخت بود. به جای فهرست سوال ها این اپ به سرعت تصاویر رو نشون میده. هر تصویر یا عکسی حیوونه یا نیست. کاربر با زدن روی سمت راست یا چپ نمایشگر آیپد انتخابش رو نشون میده. این آزمون رو نمیشه از پیش یاد گرفت. با این تست تصویری عینی از وضعیت بیمار از نظر عصب شناسی به دست میاریم، حتی وقتی چند بار تکرار بشه. این آزمون از چیزی استفاده میکنه که بهش میگیم طبقه بندی تصویری فوری. هدف این آزمون اینه که ببینه مغز واقعا چقدر توان پذیرش سریع اطلاعات پیچیده رو داره. همیشه یا یه حیوان هست یا نیست، و این جنبه خیلی مهمی از این آزمایشه، چرا که ساختار مغز انسان طوریه که محرک تصویری حیوانات رو خیلی سریع تشخیص میده. استفاده از این آزمون باعث میشه تعداد بیشتری از بیماران بتونن در مدت کمتر آزمایش بدن، و از اون مهمتر این که روند تشخیص و روند ارجاع سریعتر انجام میشه و تشخیص در مراحل اولیه بیماری هم راحت‌تر خواهد بود، چیزی که بی‌نهایت مهمه. یک راه دیگه برای سنجش توانایی‌های شناختی از راه دور به کارگیری تحلیل امواج مغزه. سربندهایی مثل این که متعلق به بانک امواج مغزی بلفاسته میتونن برای ردیابی تغییرات فعالیت مغز استفاده بشن. اسکنر EEG به یک اپ گوشی هوشمند وصله تا داده ها رو ثبت و تحلیل کنه. تغییرات کوچیک رو در فعالیت مغزی تا 10 سال پیش از بروز علائم زوال عقل میشه دید. این فناوری ها میتونن برای تشخیص زود هنگام خیلی حیاتی باشن. افزون بر این، هر چقدر داده های شخصی بیشتری جمع بشه، به برنامه‌های درمانی و تولید دارو کمک بیشتری خواهد کرد. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید. به نشونی bbcpersian.com/click از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه‌های قبلی ما اونجا در دسترستون هستند. با ما در تماس بشید از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهی شما تا برنامه بعد و موضوعاتی نو. بدرود و خدا نگهدار.